همونطور که از مردادی هم انتظار داشتم از شما بیشتر حرف گوش کنید، تو رو خدا حرف گوش کنید. وقتی بهت میگم این کارو بکن، بهم نگو اگر فلانی این کارو بکنه اون اینطوری گفته، یه پرنده اومده پر زده دم کوچه ما، رو سیم برق نشسته بود، اون گفت به من که فلان کارو بکن، اینجوری بخون، اونجوری بخون. آقا نه، ما نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم، شما نمیتونید هیچی رو تغییر بدید، حتی منو. من که 25 6 ساله دارم اینجوری درس میدم، تو که نمیتونی با یه پیام دارم من رو تغییر بدی، چون من میدونم این درسته. تو میتونی خودت رو تغییر بدی، از خودت شروع کن، عادت های بد خودت رو کم کن، خوابت رو درست کن، استراحتت رو درست کن. آقای فرزانه استراحت میدی، استراحت میدی، استراحت میدی، خب استراحت میدم. بدو 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 برو تو موبایلت، دو تا پیام بخون، دو تا اینستا پیام بده، چشاتو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کن. چرا؟ استراحته، بهم میگن استراحت. عادت‌های بدتو حذف کن، اشکالات پارسالتو حذف کن که انشالله امسال به اون چیزی که میخوای برسی. یک سال دیگه، یک سالم کمتر. آنلاین ببینید، خواهش میکنیم که آنلاین ببینید لطفاً، جلسات رو آنلاین ببینید، ممنون میشم ازتون. نذارید بمونه، وقتی آفلاین زیاد میشه عقب میافتید. اصلا شما اومدید نوبان که آنلاین ببینید، وگرنه خب کلاس مرداد رو مینوشید و آفلاینش رو میدید دیگه. پس آنلاین ببینید. اصلا دیدین، میدونین چرا الان احساس کردین نیاز به کلاس دارین؟ چون اونا زیاد مونده بود. الان اگر مثلا توصیه های ببین، وقتی که یکی بهت میگه کلاس ها رو آفلاین ببین، میزنی رو دورتون بهتر میبینی، همون موقع بفهم که اون مغرضه، اون معانده، اون دشمنته. ما اگه میخواستی این کارو کنی، خب کلاس ها آفلاین هستی که، به دیوونه اومدی نوبان ثبت نام کردی. جزوه رو تمیز بنویسین. دلتون میاد جزوه به این قشنگی رو کثیف بنویسین، به این خوشگلی رو؟ خودکار رنگی داشته باشید، یه دفتر سفیدم بذارین کنار. وقتی بهت میگم بچه جون حلش کن، بدو بدو اونجا حلش کن. وقتی من پای تخت حل کردم، حلتو تو جزوه‌ت بنویسی. حتی ما اینجا فکر کردیم واسه اینکه گزینه‌ها هم پایین هر صفحه جزوه هست و اونجا علامت میزنین، بغل گزینه‌ها علامت نمیزنین، ما به اینم فکر کردیم. رنگی بنویسید، خودکار رنگی بخرین، مداد رنگی بگیرین، ماژیک هایلایت بگیرین، لاک غلطگیر بگیرین. این لوازم مورد استفاده است. الان من میدونم مثلا یه آقای نشسته پشت لپتاپش و پیش خودش داره میگه باگه کلاس داغ باشیه اینجا، باگه ما دخترون هست اینجا که ما پسریم، مرد و مرد مرد اینجوری نمی‌نویسه که. اون یکی هم میگه آقا پسر دایی من پارسال قبول شد، خیلی کثیف بود، حتی حموم هم نمی‌رفت. ببینید اینا اصطلاح پسر دایی شما حموم میره، مثلا بابایتو میخواد به تو نصیحت کنه، میگه آقا اون حتی حموم هم مثلا دم به دقیقه نمی‌رفت، بیشتر درس میخوند. مگر نه، هر چقدر کثیف‌تر باشه آدم قبول نمیشه که. پس حالا که اینطوره من با قیچی مثلا جزوه‌مو نصف میکنم، بعدن کثیف‌تر میشه، یه چایی هم روش بریز. اینجوری نیست، هر چقدر تمیزتر باشه بیشتر رغبت دارید که بخونینش، بیشتر تکرارش میکنید، بیشتر خوشگل مینویسینش و این دقیقا نتیجه مثبت و بیشتر و بهتری بهتون میده. دو تا نکته هم هستش که میپرسن، هرچند خیلی حالا شاید اصراری بهش نداشته باشیم، ولی من میگم خلاصه نویسی رو خیلی وقتا همکارای دیگری، شاید مشاورای دیگه بخوان نظری بدن، چون بچه‌ها میگن آقا مشاورمون بهمون گفته خلاصه نویسی کن. ببینید خلاصه نویسی کار تخصصیه، کار شما نیست. یعنی تو خلاصه نویسی حالا کتاب درس رو زور میزنی، یه کارایی میکنی، آخرش هم نمیشه. ولی من برای جزوه شما خلاصه نویسی رو تنظیم کردم، یعنی جزوهتون رو خلاصه کردم. ببین مثلا یه خورده که هر فصلی رو میخونی یه جایی خلاصه‌شو میبینی. همین امروز بهت نشون میدم خلاصه نویسی چجوریه، خلاصه‌شو بهت یاد میدم، خلاصه کردم واسات. خود جزوه خلاصه سر خوده، این خلاصه هم داره. کار فنی یک نیاز به مثلا شماهاشون به بچه‌ها میان خلاصه نویسی میکنن، میان برن نشون میدن خلاصه کردیم، میبینم جزوه رو برداشته، سوالاشو حذف کرده، نوشته‌هاشو نوشته. خب این که بود از اول، سوالم برای فهم بهتر تو بود، ببین که نمیگن خلاصه نویسی. خلاصه نویسی رو بذاریم به عهده بنده، شما فقط جزوه رو بخونید. اما یه چیز داریم تحت عنوان تکمیل نویسی. تکمیل نویسی میدونی یعنی چی؟ شما میری یه آزمون میدی، حالا مثلا قلمچی، گاج، گزینه دو، آزمون معلمتونه، رفیقت، آزمون معلم خودش، یه سوال از تو پرسیده، تو این سوالو میبینی، احساس میکنی که خوبه، احساس میکنی قشنگه، احساس میکنی باحاله، نکته به نظرت، کتابو میخونی یه نکته پیدا میکنی، به نظرت میاد این نکته مثلا میتونه جالب باشه، من برام اهمیتی نداشته، مثال میزنم، من هر چی تو کتاب درسی هست تو جزوه آوردم متنشو، به نظر خودت باحاله، میگی آقا من اینو چیکار کنم. میخوام اینو خدمتتون بگم، ببینین حتی ما فکر اونجا رو هم کردیم، یعنی مثلا ببین یه فصل تموم میشه، اینجا رو ببینین، یه فصل تموم شده اینجا، یه کتابتون فصل بعدش قبل از اینکه شروع بشه، مثلا من یه برگه A4 گذاشتم براتون برای اینکه
تو این صفحه اگر نکته احساس کردید یادداشت کنید، یا دوباره مثلا فصل یک رو ببینید، آ ساختار اتم میخونید، بعد از اینکه سوالا رو تهش هم گذاشتیم، بعد مثلا دو صفحه سفید خالی گذاشتیم، برای تکمیل نویسی شماست. یعنی شما اگر چیز خاصی گیرت اومد که احساس کردی که مهمه، مفیده، میتونی اونجا اضافه کنی که آخر سر منبع شما فقط همین باشد. اینم از این قضیه. پس در مورد خلاصه نویسی و تکمیل نویسی ایرادی نداره خلاصه نویسی. خیلی نمونه های جزوه هم میبینی، یه قسمت های از جزوه تونه، حالا قسمت ما به سرعت واکنش بوده، درس داره، تست داره، و بعد این پایین نگاه کنیم مثلا صفحه 282 پاسخنامه تست داره که اینجا پاسخنامه سوال اینجا شماره یک بوده، اینجا میزنید یک، گزینه‌شو انتخاب میکنید میزنید، من تایید که کردم انتخاب میکنیم، توضیحات فارسیشو مینویسیم اینجا، ولی شما تستو دوباره میبینید، یه کاغذ اینجا میذاری و تستو دوباره خودت میزنی، همینجا بغل سوال نمیبینی که گزینه چند شده که دیگه بتونی بارها سوال جزوه رو تکرار کنی. اینجا هم یه نمونه از خلاصه نویسی رو میبینید، خلاصه های خیلی خفنی که براتون آماده شده، یک صفحه و هزاران تست تو فصل تعادل رو میتونید باهاش بزنید. اما حفظیات رو بچه‌ها خیلی اصرار داشتن، در اینجا دو تا نمونه از حفظیات جزوه‌تون رو میبینید، مثلا تمام نکاتی که در رابطه با اکسیژن حفظیه و در تمام کتاب‌های شما اومده از دهم، یازدهم و دوازدهم، هر چیزی در مورد